جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. رشد قابل توجه خروج جوانان تحصیل کرده از کشور، سیاست‌های ریاضتی آموزش دولتی را فلج کرده، شهری‌های بخش خصوصی را به طور سرسام‌آور افزایش داده و آموزش و پرورش را در کانون رکود اقتصادی اروپا قرار داده است. در برنامه این هفته جهان آموزش، تأثیرات بحران اقتصادی را بر آموزش بررسی می‌کنیم. تقریبا نیمی از جوانان اسپانیایی بیکارند. از این رو اکثرا رویای خود را به اجبار در خارج از کشور جستجو می‌کنند. آیا این واقعا فرار مغز هاست و چالش های ناشی از آن کدامند؟ اینجا والنسیا سومین شهر پرجمعیت اسپانیا است. نرخ بیکاری این کشور بحران زده به 25% رسیده، میزانی که در بین جوانان دو برابر است. اکثر فارغ‌التحصیلان مثل آندرس به دلیل پیدا نکردن شغل ترجیح میدهند به درس خواندن ادامه دهند. تا الان باید از پدر و مادرم که هزینه تحصیل مرا دادند تشکر کنم. با این حال آخر هفته ها و در تابستان مجبورم کار کنم. گارسونی، نگهبانی و هرچی شد. بعد از کار آندرس هزمه دانشگاه می شود. امروز او کلاس انگلیسی دارد. زبان کار و یک زبان بین المللی. استادش با سابقه 15 سال تدریس از احساسش از کیفیت زبان انگلیسی دانشجویان می گوید. به نظرم دانشجویانی که از دبیرستان وارد دانشگاه می شوند در انگلیسی ضعف‌های زیادی دارند. فرصت تمرین روی تلفظ و مکالمه هم آنقدرها فراهم نیست. بسیاری مثل آندرس در فکر ترک اسپانیا هستند. می خواهم برای کار به خارج برم. هر کشوری در اروپا، آلمان شاید. من عاشق کار در صنعت موتورسازیم. تنها 7% جوانان آلمانی زیر 25 سال بیکارند، در حالی که این میزان در اسپانیا 53% است. پپه یکی از دوستان آندرس برای کار به برلین رفته. با اسکایپ با او صحبت میکنیم. سه ساله که درسم در رشته مهندسی صنایع موتوری تمام شده و نتونستم در این زمینه کاری پیدا کنم. برای همین به برلین اومدم. البته با بورس اراسموس. و الان یکم آلمانی بلد شدم. ببینیم بالاخره نتیجه چی میشه. در مورد پدیده فرار مغزان هم به صورت توده‌ای با معاون و دانشجوی سابق دانشگاه پلی‌تکنیک والنسیا گفتگو میکنیم. خوان نگران است، اما از چه؟ نگرانی خیلی مربوط به استعدادی که در دوره کوتاه دانشگاه شکل گرفته نیست. نگرانی این است که این استعدادها برای داشتن شرایط بهتر اقتصادی کشورشان را ترک می‌کنند. نگرانی این است که ما نتوانستیم شرایط لازم برای احیای اقتصادی را فراهم کنیم. یعنی دانش و فناوری‌های ما آنقدر قوی نبودند که بر این مشکلات غلبه کنند. با توجه به این موارد، دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. 10 سال پیش اما وضعیت برعکس بود. در آن زمان این اسپانیا بود که از استعدادهای جوان خارجی با آغوش باز استقبال میکرد. نادر اهل مقدونیه یکی از این افراد است که به عنوان محقق در رشته داروسازی دانشگاه والنسیا مشغول به کار شد. اما در شرایط فعلی نظر افرادی مانند نادر چیست؟ من هنوز قرارداد کاری دارم و می توانم به پژوهش ادامه دهم، ولی این قرارداد دائم نیست. من نمی توانم کارهایی مثل پیشخدمتی را قبول کنم. فعلا یک قرارداد موقت دارم و وقتی داشت تمام می شد و دیدم که اینجا دیگر کاری پیدا نمی کنم، آن وقت بدون شک اینجا را ترک خواهم کرد. شاید راهش این باشد. اما بازار کار اسپانیا در این شرایط بعید از توان حفاظت از استعدادهای نظیر نادژ را داشته باشد. وقتی شرایط زندگی تنگ می شود، مردم گزینه مهاجرت را انتخاب می کنند. در این میان دانشجویان هم از دانشگاه های خصوصی به دانشگاه های دولتی پناه می آورند. مسئله ای که با منطق سازگار است، ولی در یونان فشار زیادی را بر نظام آموزشی تحمیل کرده. معلمان یونان سال تحصیلی جدید را در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت با اعتصاب آغاز کردند. از سال 2010 تا کنون و با تشدید بحران اقتصادی بسیاری از بودجه های آموزشی دولت حذف شدند. این در شرایطی است که بسیاری از والدین از پس شهریه مدارس غیر انتفاعی بر نمی آیند. هزار مدرسه در یونان تعطیل یا ادغام شده. این مسئله تبعات ناخوشایندی به ویژه در شهرستان ها دارد. یعنی خانواده ها یا باید به خاطر فرزندانشان به شهرها مهاجرت کنند یا اینکه دیگر بچه ها به مدرسه نروند. ناتاشا دخترش را 2 سال پیش در یک مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کرده بود، اما از سال گذشته بضاعت مالی این کار را ندارد.
شغل من آزاد است. هیچ وقت میزان کار و درآمد من مشخص نبوده، ولی الان تقریبا به صفر رسیده است. شوهرم دو شغله بود، ولی الان فقط یک جا کار میکند. به خاطر همین از پس هزینه ها بر نمیاییم و مشخص نیست این وضعیت را چگونه میتوان تغییر داد. به خاطر مشکلات مالی اولگا مجبور است به مدرسه دولتی برود با یک کیفیت کاملا متفاوت از مدرسه قبلیش. سال گذشته دیوار کلاسی که دخترم در آن درس می‌خواند پایین آمد و تمام گچ و خاک روی سر دانش آموزان که در حال بازی بودند ریخت. مادر اولگا دوستش میتوانست او را حداقل به مدرسه ایتالیایی آتن بفرستد، اما شهریه یان سالی 4-5 هزار یورو است و در این شرایط دشوار اقتصادی عملا امکان پذیر نیست. بحران اقتصادی تأثیر زیادی روی مدارس غیر انتفاعی داشته، شاید بالای 20%. میزان ثبت نام ها پایین آمده، به ویژه برای کلاس اولی ها، و بعضی از دانش آموزان هم مجبورند نیمه راه به مدارس دولتی برند و این مسئله داره کم کم به یک رویه تبدیل میشه. واسیلیس دبیر ریاضی یک دبیرستان دولتی در آتن است. حقوقش 400 یورو پایین آمده و تا 2 سال دیگر احتمالاً به اجبار بازنشسته خواهد شد. بازنشستگی های پیش از موعد که البته استخدام نیروی جدید را هم به دنبال ندارد. مسنترها را بازنشسته می کنند، یعنی در واقع با تجربه ترها را، که من هم با 33 سال سابقه تدریس در بخش دولتی جزء این دسته هستم. آنها ما را مجبور می کنند که دست از کار بکشیم و با یک حقوق بازنشستگی به مراتب پایین تر خانه نشین شدیم. به جوانترهایی هم که به جای ما می آورند فقط 800 یورو حقوق می دهند. والدین، آموزگاران و دانش آموزان با خود می اندیشند در این افق تاریک چه باید کرد؟ پرتغال هم با افزایش روزافزون پدیده مهاجرت روبروست. هزاران نفر از شهروندان این کشور به مقصد مستعمرهای سابق جلای وطن می کنند تا شاید رویاهایشان در دوردست محقق شود. مقصد اکثر معلمان بیکار شده برزیل است، کشوری که در آن دستمزدی بسیار بالاتر از پرتغال نصیبشان می کند. جوا در سن 32 سالگی استاد دانشگاه اقتصاد ساو پولو است. او تنها پرتغالی است که توانسته برای تدریس به این دانشگاه راه پیدا کند. حقوقی به مراتب بالاتر از زادگاهش و یک رضایتمندی نسبی. احساس میکنم همه دنیا وطن من است. واقعیت این است که امروز نمیتوان برای زندگی یک جای ثابت ماند. این که به بحران نگاه تلخی داشته باشیم به نظرم اشتباه است. باید به آن به مثابه بحران پس از جنگ نگاه کرد که کشته‌ای در بر نداشته. تبدیل تهدید به فرصت. جوا به دلیل بحران پرتغال را ترک کرد، به لندن رفت و برای 5 سال اقتصاد خواند. در سال 2011 و در اوج بحران بود که به دلیل مشکلات مالی به برزیل مهاجرت کرد. تعداد چنین مدارسی در پرتغال کاهش یافته، ولی از نظر کیفی فرقی نداره، برای اینکه استادان در دانشگاه‌های مختلف اروپایی و آمریکایی تحصیل کردند. جو عاشق زندگی و تدریس در برزیل شده. برای او و شاگردانش اهمیت ندارد که برزیل روزی مستعمره زادگاهش تلقی می شده و جهت مهاجرت معکوس بوده است. درست است که زبان هر دو جا قاعدتاً یکیست، ولی باید اعتراف کنم که تفاوت‌هایی هست. باید طوری حرف بزنم که همدیگر رو بفهمیم. به برزیل از قرن 18 کشور آینده گفته می شد و امروز آینده فرا رسیده است. تنها مشکل جوا دوری از خانوادهش است. آنها آن طرف اقیانوس اطلس در 10,000 کیلومتری او زندگی می کنند. اما او این مسئله را با طبیعت برزیل و جذابیت های ساو پولو پر کرده. او همراه کریستینا همسرش در شهر جا افتادند و با دیگر پرتغالی های مهاجر در ارتباطند. زندگی دور از خانواده و دوستان سخت است. خدمت پرتغال به 900 سال پیش برمیگردد، ولی الان در مرحله دشواری قرار گرفته. ولی اوضاع به نظرم این گونه باقی نخواهد ماند. فعلا برای من و دیگر مهاجران اینجا فرصت کار وجود دارد و بالاخره یک روز به وطن باز می‌گردیم.
خب همانطور که دیدیم و شنیدیم، به قول معروف خورشید هیچ وقت زیر ابر نمیماند. شاید با مهاجرت بتوان پنجره های خوشبختی را گشود. شما چطور فکر میکنید؟ به نظرتان اگر به خارج نقل مکان کنید وضع زندگیتان بهتر میشود؟ منتظر نظرات و پیشنهادتان هستیم. تا فرصت بعدی. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.